سلام میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر. ممنون و خواهش میکنم. مرسی از اینکه وقتتون در خواهش میکنم. اگر که سلام علیکی هست بفرمایید. سلام میکنم خدمت تمامی مخاطبین محترم اسکایتو. امیرحسین سلمه هستم، سی تی کی آی مجموعه هما و خلبان، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. جناب سلمه، در خصوص شغل دیسپچری خواستیم که این شغل رو معرفی کنید، حالا از ابتدا تاریخچه‌اش به چه صورت بله. و اهمیت این رشته توی صنعت هوانوردی رو بگید. درست. خب به طور کلی صنعت هوانوردی با توجه به قدمتی که خب میتونیم بگیم نه چندان دوره، خیلی قدمت بالایی هم نداره، اما رشد خیلی زیادی داشته توی چندین سال گذشته. البته این چندین سالی که من در موردش صحبت میکنم مسلما برای 10 سال 20 سال نیست، هرچند که با شیب خیلی زیادی توی این سالها رشد کرده. اما موضوعی که به وجود میاد اینه که با توجه به زیاد شدن پروازها، افزایش نیاز به هماهنگی‌های مختلفی که باید با واحدهای مختلف پروازی وجود داشته باشه، هم خلبان با واحدهای زمینی و هم واحدهای دیگه‌ای که دارن به صورت غیر مستقل عملاً کار می‌کنن و همه درگیر هستن با یک آپریشن، یک پروازی که داره انجام میشه، به همین خاطر نیاز برای وجود یک شخص و یا یک واحدی که بتونه روی زمین کمک برسونه و دستیاری باشه برای خلبان خیلی در اصل حس شد و اینجا شدش که در اصل دیسپچرها وارد عمل شدن و یک کورسی تشکیل شد برای دیسپچرها که یک سری افراد بیان وارد این کورس بشن، تحصیل در اصل ببینن و لایسنس دریافت بکنن و در نهایت به عنوان دیسپچر توی یک شرکت هواپیمایی کار بکنن. مسئولیت‌های دیسپچر رو و یک روز کاری دیسپچر رو بفرمایید که به چه صورت می‌گذره. مسئولیت‌ها ببینید، به طور کلی وقتی که یک خلبان، حالا من وقتی منظورم از یک خلبان، یک اون بحث کروه اون پروازی هستش که ما میتونیم خلبان و کمک خلبان رو بیشتر در نظر بگیریم، وقتی که برای پرواز میخوان آماده بشن، قبل از پرواز مراجعه میکنن به واحد دیسپچ. یکی از وظایف اصلی واحد دیسپچ جمع‌آوری تمامی اطلاعات مورد نیاز اون پرواز برای اون روز هستش. چون وقتی که ما می‌خوایم پرواز رو شروع بکنیم، قاعدتاً یک سری اطلاعات می‌خوایم در رابطه با فرودگاه مبدأمون، فرودگاه مقصدمون، مسیر پروازیمون که از چه مسیری باید انجام بشه، وضعیت هوا به چه شکله، اگر محدودیت‌هایی توی مسیر هستش، چون خیلی وقتا محدودیت‌های عملیاتی به وجود میادش. اینها همه وظایف دیسپچر هستش که اینها رو قبل از پرواز بررسی بکنه، حالا اصطلاحاً اگر نوتم خاصی هستش برای اون فرودگاه مقصد، و اینها رو در نهایت در اختیار خلبان قرار بده. یعنی وقتی خلبان وارد واحد دیسپچ میشه، تمامی اطلاعات پروازی که اون روز میخواد انجام بشه رو در اختیار خلبان میدن، خلبان چک میکنه، بررسی میکنه، تایید میکنه و دریافت میکنه، و دریافت در اصل اون ریلیز شدن توسط واحد دیسپچ و دریافتش توسط خلبان شروع اون پرواز میشه. و به غیر از این موضوع، دیسپچر در طول پرواز هم با خلبان همیشه در ارتباطه. توی کتاب‌های قانونی می‌بینیم که ما دیسپچر رو همیشه به عنوان یک اسیستنس برای خلبان در نظر می‌گیریم، یک شخصی هستش که در حال کمک رسانی به خلبان هستش، به طوری می‌تونیم، حالا اگر یه واژه بهتری بتونم واسش پیدا بکنم، دستیار هستش برای خلبان در طول پرواز. و در صورتی که در طول پرواز هر هماهنگی نیاز باشه، خلبان برای در اصل ارتباط با شرکتی که داره با اون شرکت برای اون شرکت پرواز می‌کنه، همیشه با واحد دیسپچ در ارتباطه. پس نمی‌تونیم بگیم کار دیسپچ یا دیسپچر در ابتدای پرواز تموم میشه. قبل از پرواز کار یک دیسپچر شروع میشه و تا انتهای پرواز که خاتمه پرواز هستش، یک دیسپچر در اصل باید
خلبان ها خیلی گسترده یا نه این کارمند ها هشت صبح میان معمولا به صورت شیفتی هستن دیسپچر ها. حالا خب شرکت های مختلف هواپیمایی چون دیسپچر استخدام یک شرکت هواپیمایی میشه پالیسی های مختلفی دارن برای تایم های کاری، ولی این خلبان نیستن که برای مثال برای یک پرواز خاص بیان به واحد دیسپچ، برای مثال از 8 صبح میان شیفتش تا 5 بعد از ظهر، مثال میزنم، خب شیفت شب هم هستش و توی اون بازه زمانی هر پروازی که توی اون بازه زمانی پلن شده باشه رو باید کارشون انجام بدن. این شغل از حیث مزیت‌ها و معایبش هم بررسی کنید، خوبی‌هاش چیه، بدی‌هاش چیه، اونا رو بفهمید. خب مسلماً افرادی که وارد حوزه هوانوردی میشن اولین قدم، به نظر من مهمترین قدم توی این حوزه برای ورود بهش، بحث علاقه است. دیسپچرها هم خیلی نزدیک هستن به خلبانی، چون من معمولا همه دوستانی که وارد بحث هوانوردی میشن اکثرا علاقه به خلبانی رو دارن. حالا خیلی وقتا به خاطر محدودیت هایی که وجود داره براشون رشته های دیگه ای که مرتبط هست رو انتخاب میکنن. اول اینکه همه افرادی که میخوان وارد این رشته بشن باید علاقه داشته باشن، چون این رشته هم درسته در نهایت خلبان نمیشن که توی کاکپیت باشن، ولی دقیقاً درس های خلبانی رو میخونن و درگیرن با درس‌های خلبانی، حالا با سطح پایین‌تری، و به همین خاطر موضوعی که براشون وجود داره اینه که به نظر من هم سخت باید این رو بپذیرن که با درس‌هایی که میتونه حتی واسه شون یه مقدار سخت باشه مواجه میشن، که میتونه شاید از دیدگاه بعضی از افراد جزء معایبش باشه. اگر بخوام عیب دیگه ای رو بگم، شاید طولانی بودن یک سری از شیفت‌های کاریشون، چون خیلی وقتا دوستان عادت دارن به این که صبح برن سر کار تا بعد از ظهر، ولی خب خیلی وقتا یه دیسپچر باید تایم شب کار بکنه که میتونه از معایبش باشه. ولی از مزیتاش این که به نظر من خیلی جذابیت خاصی داره، این که شما داری واحدهای مختلف رو با همدیگه هماهنگ میکنی، به نوعی داری یک مدیریت پرواز رو انجام میدی و این میتونه خیلی جذاب باشه، چون وقتی در نهایت یک پروازی لندینگ میکنه تموم میشه و اون خاتمه پرواز رو در اصل اعلام میکنن، این خودش یک پروسه طولانی رو داشته که دیسپچر داشته از لحظه‌ای که قبل از پرواز بخواد شروع بشه و منیج کرده همه اینها رو، یک حس خیلی خوبی میتونه به آدم بده، چون شما یک پروسه خیلی طولانی و پیچیده رو در اصل مدیریت کردی برای خودت، که میتونه از مزیتاش باشه برای افرادی که علاقه من هستن به این جور شغل‌ها.